گرامیان، من از لس آنجلس باهاتون حرف می‌زنم روز شنبه 31 اکتبر 2020 میلادی و عنوان صحبتم نور و نمک. نور و نمک. قسمت های از کلام خدا رو براتون میخونم. قسمت اول از موعظه سر کوه خداوند ما عیسی مسیح است، بزرگترین موعظه تاریخ. از آیات 13 و 16 خداوند ما عیسی مسیح چنین میفرماید: شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آن که بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. خداوند ما عیسی مسیح با ما خیلی زیبا صحبت میکنه، به پیروانش عناوین بسیار مهم می را میده. در این قسمت از کلامش خودش پیروانش را که من و تو میتونیم باشیم اگه پیرو او هستیم، نور و نمک میخونه. هر دو، هم نور و نمک، بسیار مهم هستند. آفتاب خیلی مهمه، ماه خیلی مهمه، ستارگان مهم هستند. ما برای شمع، چراغ، چراغ قوه و برق پول میدیم، چون بدون نور زندگی نمیتوان کرد. نور فوق العاده مهمه و عیسی مسیح نور جهانه. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 7 تا 9 یحیای تعمید دهنده، پیشتاز عیسی مسیح، یکی از بزرگترین انبیای کلام خدا، چنین میگه و صحبتش در مورد عیسی مسیح است. او یعنی یحیی برای شهادت دادن آمد، برای شهادت برای نور، تا همه به واسطه او ایمان آورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی می‌بخشد، به راستی به جهان می‌آمد. در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: سپس عیسی دیگر بار با مردم سخن گفته فرمود: من نور جهانم، هر که از من پیروی کند هرگز در تاریکی راه نخواهد پیمود، بلکه از نور زندگی برخوردار خواهد بود. عیسی مسیح نور عالمه. برای اینکه ثابت کنه نور عالمه، می‌بینیم در انجیل یوحنا فصل 9 کور مادرزاد را بینا ساخت. و همینطور همین مسیح که نور عالمه، در انجیل یوحنا باب 9 آیه 5 اینطور میگه: تا زمانی که در جهان هستم نور جهانم. مسیح نور جهانه. روی صلیب او رو کشتن، روز سوم زنده شد، بعد از 40 روز به آسمان رفت و امروز در قلب همه پیروانی زندگی میکنه و هنوز عیسی مسیح نور جهانه. و او که نور جهانه برگشت به شاگردانش گفت، و امروز اگر شاگرد او هستی به تو میگه: شما نور جهانید. متا باب 5 آیات 14 تا 16 متا باب 5 آیات 14 تا 16 چنین میخوانیم: شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. این آیات را دو بار خوندم چون بسیار مهمه. مسیح ما را نور جهان می خواند. افسوسیان باب 5 آیه 8 و 9 پولس رسول اینطور میگه: شما زمانی تاریکی بودید،
نمیگه در تاریکی بودید، میگه تاریکی بودید، یعنی خودتون تاریک بودید، زندگی شما ظلمانی بود. امروز خیلی از گناهکاران هستن که زندگیشون واقعا تاریک و ظلمته. غیبت، کینه، قتل، بی‌بندوباری جنسی، سپردن خودشون به مواد مخدر و الکل و چیزهای دیگر، زندگیشون نه فقط در تاریکه، خودشون در تاریکی هست، خودشون تاریک هست. شما زمانی تاریکی بودید، اما اکنون در خداوند نور هستید. پس همچون فرزندان نور رفتار کنید، زیرا ثمره نور در هر گونه نیکویی، پارسایی و راستی است. و پولس رسول در اول تسالونیکیان 5:5 میگه شما همه فرزندان نور و فرزندان روزی. ما به شب و به تاریکی تعلق نداریم. دزدی ها در تاریکی انجام میشه، خیانت ها در تاریکی انجام میشه، غیبت ها در تاریکی در گوش یه نفر گفته میشه. ما جزء تاریکی نیستیم، ما فرزندان نوریم و رفتار ما باید مثل خداوند ما عیسی مسیح رفتار شخصی باشه که نوره. مسیح نور جهانه، ما هم نور جهانیم. آیا بین نور ما و نور مسیح فرق هست؟ البته هر دو نوری، ولی میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. نور مسیح از خودشه، ذات او نوره، او آفتابه، آفتاب نورش از خودشه. ما انسان‌های سقوط کرده هستیم، گناه ما را برده در تاریکی و ظلمت، و تاریکی و ظلمت زندگی ما را پر کرده، و در تاریکی و ظلمت ترس است. مردم از ظلمت می ترسن. به خاطر همینه که در دنیای ما ترس فراوانه. ولی وقتی توبه می کنیم و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوندمون ایمان میاریم، نور مسیح بر ما می تابه و تاریکی فرار می کنه. با تاریکی نباید دعوا کرد، لازمه که نور بیاد، تاریکی خودش نابود میشه و از بین میره. فرق ما با نور مسیح اینه که مسیح آفتابه، نورش از خودشه. ما آفتاب نیستیم، ما هستیم، از خود نور نداریم. ولی وقتی که تابش اشعه های نور جاودانی مسیح بر ما میتابه، بر ما که زندگی ماه ظلمانیه، ما هم پر از نور میشیم و ما هم میتونه از خودش نور را منعکس بکنه. پس نور مسیح از خودشه، نور ما از خودمون نیست، از مسیحه. ما بدون مسیح ظلمتیم، با مسیح نور هستیم. نمونهش موساست، مرد بزرگ خدا، یکی از بزرگترین افراد در تاریخ. موسی به خداوند ما خیلی نزدیک بود و یه روز خدا موسی را بالای کوه طلبید که با او ملاقات بکنه. 40 روز در حضور خدا ماند. در کتاب خروج باب 34 آیه 28 میخونیم. وقتی پایین اومد، بعد از 40 روز که در حضور خدا بود، خودش متوجه نبود. ولی چون به نور که خدا باشه خیلی نزدیک شده بود، پوست چهرهش میدرخشید مثل آفتاب. خودش متوجه نبود. وقتی بین 3 تا 6 میلیون یهودی قوم خدا موسی را دیدن از بالا میاد، متعجب شدن و ترسیدن، چون صورتش مثل برق می درخشید. خودش متوجه نبود. و برای همین بود که وقتی فهمید چه حالتی هست، وقتی که پیش مردم می رفت نقاب بر صورتش می کشید که مردم نترسن، وقتی که به حضور خدا می رفت نقاب را از صورتش بر می داشت. برادر و خواهرم، هر چقدر به مسیح نزدیکتر بشی، هر چقدر به اون نور مسیح نزدیکتر بشی، زندگی تو و صورت تو بیشتر خواهد درخشید. اونایی که مسیح اسمشون رو گذاشتن ولی به مسیح نزدیک نیستن، درخششی ندارن، برای مردم اثرگذار نیستن. مسیح همینطور به ما میگه شما نمک جهانی. نمک به غذا طعم میبخشه. بدون نمک در غذا مشکل میشه از غذا لذت برد. مطلب اول 5:13 رو باز میخونم. شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش رو از دست بدهد، چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمیآید جز این که بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. ما بعد به دنیای بدون مزه
که مزهشو از دست داده به خاطر اینکه نمکیم به دنیای ما مزه ببخشیم. در کولوسیان باب 4 آیه 6 میگه گفتگوی شما همیشه با فیض باشه و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه جواب باید داد. بعضیا ایمان دارن ولی از زبانشون نیش بیرون میاد، عین سنباده است، چپ و راست مردم رو زخمی میکنن. ولی صحبتهای ما باید نمکین باشه، چون نمک خاصیتی داره که پاک میکنه، خاصیتی داره که ضد عفونی میکنه و از نمک استفاده میکنن برای اینکه غذا از بین نره. یک ایماندار دعوتش اینه، جزء خیلی از دعوت ها دو تا دعوتش اینه که نور باشه در دنیای ظلمانی و نمک باشه در دنیایی که نمکشو از دست داده. دعای من اینه که برادر و خواهر عزیزم، تو و من نور و نمک باشیم. برکت خدا را برای شما و عزیزانتان خواستارم.